در میانه سده 13 خورشیدی و در جامعه مرد سالار ایران با مذهب شیعی سخن گفتن از برابری حقوق زن و مرد امری بدی به شمار می رفت. چهره شاخص اون دوران طاهره قرة‌العین، شاعری هست که میره به جنبش بابی میپیونده و ما میدونیم که در اون دوران در این جنبش مسئله برابری مطرح شد. در مورد طاهره قرة‌العین ما میدونیم که سرنوشت تراژیکی پیدا کرد و ختم شد به قتل به دست حکومت وقت که ناصرالدین شاه قاجار باشه صورت گرفت. در دوران انقلاب مشروطه در ایران در میانه دهه 1280 خورشیدی بود که تساوی حقوق بین زن و مرد به یکی از اصول انقلاب بدل شد. تعداد خیلی کمی از زنان درگیر بودند، ولی اونها که درگیر بودند خیلی فعال و علاقمند و واقعا شجاع بودند. و البته میدونین چون سطح سواد، سطح آگاهی در تمام مملکت خیلی پایین بود، یعنی یه چیز عجیب و غریبی مثل این که مثلا 10% جمعیت سواد داشت و خب زنها حتی کمتر. عمده مخالفان قشر مذهبی و در رأس آنها روحانیت شیعه بودند که در برابر تحول خواهان قرار داشتند. شیخ فضل الله نوری که رهبر اسلامگرایان اون دوره است میگه میخواییم چیکار کنیم، میخواییم به زنان رو هم در میان حق رأی محسوب کنیم برای که بیفتن تو بازارا شلوار مردونه بپوشن و مثلا جنجال کنن. یعنی کاملا معطوف موضوع و کاملا موضوع حقوق زنان در جنگی که بین مشروع خواهان و مشروط طلبان هست جایگاه خودشو داره. همزمان با اوج گرفتن جنبش بیداری در میان اقشار جامعه ایران، نشریات و روزنامه ها نیز برای آگاهی عموم و بعضاً با مدیریت زنان تحصیل کرده برای دفاع از حقوق برابر زن و مرد منتشر می شدند. نشریات اصلا جزو دستاوردهای انقلاب مشروطه است و جزو مبارزاتی که در اون زمان داشت شکل می گرفت. کمک بسیاری کردن برای اشاعه افکار مترقی مثل سرور اسرافیل، ایران نو، زبان زنان. انقلاب مشروطه یک انقلاب فقط سیاسی نبود، یک انقلاب فرهنگی اجتماعی هم بودش. و فراموش نکنیم که مثلا فرض کن مدارس دخترانی که تأسیس میشه، از اون طرف ملاها در منبر، ملاهای اسلامگرا مردم رو به آتش زدن اونها تشویق میکنن، مردم رو به خراب کردن مدارس دخترانی تشویق میکنن و همه این یک دوره خیلی، یک حیات اجتماعی جوشش زیادی داره و مسئله حقوق زنان درش مطرحه. با شکست انقلاب مشروطه در ایران اهداف مورد نظر در زمینه انقلاب نیز محقق نشد تا با سقوط سلسله قاجار و آغاز سلطنت رضا شاه پهلوی در سالهای ابتدایی سده 14 خورشیدی، ایران وارد عصر مدرن‌سازی در تمام زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شود. از زمانی که علیزر رضا شاه عهده‌دار قدرت شدن در مملکت، تعهد ایشون به مدرنیته و توسعه خب خیلی مهم بود، برای اینکه بدون مشارکت زنان واضح بود که هیچ کدوم از این هدف ها نمیشد که به دست بیاد. یک سال بعد از تأسیس دانشگاه تهران، اقدام به کشف حجاب در سال 1314 خورشیدی توسط رضاشاه نقطه عطفی در برابر جامعه رو به تحول ایران بود که موافقین و مخالفین آن را در برابر هم قرار داد. اما آیا این اقدام رضاشاه بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی آن زمان به موقع انجام شد؟ هم به موقع بود هم زود بود. به موقع بود به خاطر اینکه در اواخر قرن 19 هم عقاید جدیدی وارد مملکت شد، اکثرا هم از طریق همین نشریات و دکه نیروهای جدیدی به دنبالش آمدن. مثلا خود مبارزه زنها در ابتدای قرن 20 و اواخر قرن 19 برای دانش بود، برای تعلیم و تربیت بود که تا اون موقع محدود میشد به مردم، به مردان. و این تعلیم و تربیت و دانش یک صورت تازه‌ای، نگاه تازه‌ای رو وارد جامعه کرد. از این جهت به موقع بود. از جهت اینکه اکثریت جامعه
الفبا رو نمیدونستن چطوری ازش استفاده کنن، از قدرت خوندن محروم بودن. به همین جهت یک گروه خاصی بود که میتونست استفاده بکنه. مسئله تعلیم و تربیت در مرکز مبارزه قرار گرفت و از این جهت هم زنان خیلی نقش مهمی رو بازی کردن، برای فشاری که می آوردن که مدارس زنان رو باز کنن و مورد ضرب و شتم طرفداران شیخ فضل الله نوری قرار می گرفتن. به همین جهت هم به موقع بود و هم زود بود. رضا شاه به حجاب به عنوان یک سمبل نگاه می کرد و اون رو با مسئله آموزش، با مسئله مدیریت، با مسئله مشارکت های دیگه همراه میدید. کشف حجاب که یکی از قدم های اولیه بود و خب هم سمبولیک بود هم معانی زیادی داشت، وسیعی داشت از نظر مشارکت زنان، یک قدم مهمی بود در این زمینه. البته یک کمی میشه گفت که خشونت انجام شد، یه مقداری حرکت هایی که مشکل بود برای مردم عادی پیش آمد، ولی روی هم رفته به عنوان قسمتی، یک نمونه ای از اون چی که در نظر بود خیلی با موفقیت پیش رفت. در دوره رضا شاه یک جمعیت های زنان و زنان پیشرو خودشون اقدام به برداشتن حجاب کرده بودن. وقتی که اصلاحات سکولار رضا شاه شروع شد و ما میدونیم که این اصلاحات به شدت آخوندهای اسلامگرا رو به خصوص و اونهایی که میخواستن اسلام در قدرت سیاسی باشه هم میرنجوند، هم خشمگین میکرد، رضا شاه کشف حجابش رو به صورت از بالا انجام داد، به صورت امر سلطان و باز و ضرب و زور هم درش اتفاق افتاد. در حقیقت مانع از این شد که این اقدام مهم و کاملا اساسی و تاثیرگذار در واقع تمام اقشار اجتماعی رو بسیج کنه. This is the great dam at Des Gorge, one of many. Its elegant strength contains the waters of the third largest man-made lake in the world. در آغازین سالهای دهه 1340 خورشیدی و به دنبال انقلاب سفید شاه بود که نیروهای مذهبی در ایران به پشتوانی بیش از 1000 سال نهادینه شدن جایگاه خود در میان مردم همچنان در برابر هر گونه تغییر به شدت مقاومت می‌کردند. و اون وقت هم آقای خمینی درست همون چیزی رو می‌خواست که بعداً به دست آورد، یعنی اون زمان جلوش گرفتن و این اتفاق نیفتاد و پیشرفت‌های بیشتری هم انجام شد، ولی در واقع همون فرمولی بود که بعداً به عنوان انقلاب اسلامی به وجود آمد. با ورود به دهه 50 خورشیدی بود که ایران در موقعیت بسیار خوبی از نظر اقتصادی قرار گرفت و افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت باعث شد طرح‌های بسیاری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به انجام برسند که نقش زنان در این میان بسیار قابل توجه بود. میتونم بگم که تا آخر دوره وزارت زنان که متاسفانه با قبل از آمدن انقلاب به پایان رسید، ما نه تنها دومین مملکتی بودیم در دنیا که وزارت زنان داشت، بلکه یک فرمولی پیدا کرده بودیم که آقایون وزرای دیگر هم خیلی کمک کردن که این اتفاق بیفته. آقای هویدا به خصوص خیلی کمک کرد در به وجود آمدنش. اون ایده‌ای که بعدها در جای دیگه هم تکرار شد، یعنی اینکه همه رشته‌ها مربوط به زنان هست، همه زمینه‌های کار به نحوی به زنان مربوطه، و این بعدها شد یک شعار بین‌المللی. با پیروزی انقلاب سال 1357 خورشیدی در ایران، نه تنها وضعیت زنان بلکه وضعیت جامعه ایران نیز به شدت دگرگون شد. همون اولی که آقای خمینی به ایران آمد، اولین حرکتش این بود که قانون حمایت خانواده رو منحل کنه و حجاب رو اجباری کنه و حضور زنان رو در جامعه محدود کنه. آقای خمینی اصلا گفتارش رو عوض میکنه، یعنی اگر در دوره به اصطلاح حق رأی زنان کاملا مخالفه و میگه آوردن زنان در داخل جامعه
به معنی فحشا هست، یعنی مداوما از این لفظ فحشا و فساد استفاده میکنه. در دوره انقلاب به زنا میگه خطاب به زنا حرف میزنه، قبلا اصلا از زنها حرف میزد، خطاب به مردها، الان خطاب به زنها حرف میزنه چون نیروی اجتماعی زنان وسیعه. من هیچ وقت یادم نمیره مبارزات اولین تظاهرات در اوائل انقلاب، مارچ 8 مارچ 1979 در ایران اتفاق افتاد، وقتی که آیت الله خمینی حجاب اجباری رو فتوا داد براش و ده ها هزار زن آمدن توی خیابونا و در مقابل این اتهام که مبارزات زنان در حقیقت یک مبارزه امپریالیستی و غرب زده است. اما نگاه مردان ایرانی به حقوق از دست رفته زنان در انقلاب سال 57 چگونه بود؟ خیلی از روشنفکران ما میگفتن که این یه تیکه پارچه چه آزاری بهت میرسونه که نمیخوای سرت بکنی، و یا اینکه صحبت از حقوق زنان در این مقطع یه کار امپریالیستیه و بورژواست و باید تمام مبارزه متمرکز بشه روی مبارزه ضد امپریالیستی، که در این مبارزه ضد امپریالیستی اونها روحانیون رو هم سنوی میدونستن. به همین جهت حقوقی رو که زنان با این فداکاری به دست آورده بودن، آیت الله خمینی مأمور شد که این حقوق رو ازشون بگیره. این تفاوته، یعنی زنان ایران تجربه آزادی هایی رو کرده بودن که الان ازشون گرفته شده. اگرچه 43 سال بعد از کشف حجاب توسط رضا شاه پهلوی، انقلاب سال 57 تمامی تلاش های دوران پهلوی در موفقیت زنان را متوقف کرد، اما تقابل بین زنان و روحانیت شیعی همچنان یکی از چالش های جامعه ایران باقی ماند.